حالا توی حالتهای مثبتش رو که بررسی کردیم، منفیش رو هم پشتش بررسی کردیم، بیاین همین راه هم منفیش رو بررسی کنیم. went رو باید منفی کنم چون دوباره من ترجیح میدم، نه که ترجیح نمیدم. پس ترجیح میدم سر جای خودش میمونه. بعد went وقتی بخواد گذشته بشه منفی بشه میشه didn't go، درسته؟ میگم I went there، I didn't go there، درسته؟ منفیشه دیگه. اگر منفی کردن اون رو نمیدونیم، خب درسش رو داریم، میتونید درسش رو ببینید، درسش رو دارم، میتونید ببینید درس گذشته منفی. توی گذشته منفی میگفتیم این حالت در واقع not رو did میگیره و اون حالت گذشته که توی فعل هست به فعل کمکی do داده میشه و خلاصه داستان خودش که میشه didn't go. پس من میگم I'd rather you didn't go home، ترجیح میدم نری خونه. اوکی؟ ببینید اگه ما بگیم I'd rather you don't go home، یعنی اگر این رو من به حالت حال نگه میداشتم مثل این، در حالی که برای کسی دیگری دارم ترجیح میدم، فعل رو مثل حالت خودم نگه میداشتم، برای منفی کردنش باید میگفتم don't، و don't دوباره میشه چی؟ نکن. don't go، نرو. نمیشه بگم من ترجیح میدم نرو خونه. نرو فعل امره، درست؟ پس من باید این رو به شکل گذشته بیارم و توی حالت منفیش هم بگم didn't. اوکی. I'd rather you didn't go home. I'd rather you went home. ترجیح میدم تو بری خونه، ترجیح میدم تو نری خونه. نرفتن و رفتن همه حالت مصدری داره. توی ترجمهش هم مصدری ترجمه میکنیم. اوکی. حالا اینجا I'd rather children didn't watch this film. ترجیح میدم بچه ها این فیلم رو نگاه نکنند. اوکی. با اینکه میگیم didn't watch، ولی زمانش حاله، میگیم من ترجیح میدهم، مال این زمانه، ترجیح میدم، ترجیح میدم. فعل ما اینجاست و از توی فعله که ما زمان رو تشخیص میدیم. پس I'd rather، ترجیح میدم بچه ها، ما ترجیح برای خودم نیست که ساده بیارم فعل رو، ترجیح برای کسی دیگه است، ترجیح میدم اونا didn't watch this film. اگه برای خودم بود میگفتم I'd rather not to watch، I'd rather not to watch this film. اوکی. حالا اگر بحث سنگین شده، اگر یه مدار احساس میکنید که نگرفتم چی شد، یا هر چیزی ماننده این، یا احساس میکنید داره یه سه چیزا رو یکم کم و بیش دارید متوجه میشید، اگر یه همچین حسی دارید نگه دارید، یه چند تا مثال بزنید و توی همه حالت ها ردش کنید. از would rather استفاده کنید، از prefer استفاده کنید. جمله رو با یه بار با would rather بسازید، یه بار با prefer، یه بار مثبتش، یه بار منفیش، و بعدش حالا اون ترجیح، اون جمله ترجیحی رو که درست کردیم این رو بدیم به یه نفر دیگه و بعد دوباره منفیش. این تمرین رو انجام بدیم و بعد بیایم سراغ ادامه ویدیو، چون قراره یه مقدار بیشتر پیچیده‌اش کنیم. اوکی. البته اینجا یه تیکه ساده هم داره، بریم اون این تیکه ساده بپرسیم. ما بعد از prefer میتونیم بگیم I prefer to drink، درست؟ مثل همون که گفتم I prefer to go home، یعنی حالت فعل رو به حالت مصدری در آوردم. اوکی؟ مصدر رو میتونم پشت سرش بیارم، یا به هر حال مصدر از جنس اسمه، از فعل ساخته میشه ولی از جنس اسمه. اوکی؟ این رو میگیم I prefer to drink، یا میتونم اصلا به جای to drink خود اسم رو بیارم، مثلا میگم I prefer tea، درسته؟ من مثلا دو تا چیز رو که آپشن دارم میگم I prefer tea، I prefer coffee، I prefer this one، I prefer that one، I prefer the first one، I prefer the second one، I prefer نمیدونم Mercedes، I prefer Audi، هر چیزی ها. من اون جمله ها رو که دارم ترجیح هم رو دارم میگم. خب پس من میتونم اسم رو هم پس از prefer بیارم، توی would rather نه، توی would rather ما فعل رو میخوایم، فعل رو ساده میخوایم، اما توی prefer میتونیم اسم رو هم بیاریم. بعد حالت gerund یا اسم مصدر هم از جنس دوباره اسم این هم میشه آورد. پس من میگم I prefer drinking tea، I prefer drinking tea. اوکی. پس شما میتونید، این فعل استمراری نیست، حواسمون باشه این فعل استمراری نیست، فعل استمراری همیشه بعد از فعل to be ظاهر میشه، این اسم مصدر. پس من میگم I prefer مثلا going home، I prefer to go home، I prefer home، درست؟ من میتونم تو این سه شکل بعد از prefer بیارمش. پس اینم یه تفاوت، prefer به سه شکل من میتونم بیارمش، would rather به یه شکل.